این روزا پدر و مادرها میرینن با این بچه درست کردنشون. دوتا گش شاید بتونن خیلی قشنگتر یه بچه رو تربیت کنن. اینها صحبت‌های محمد خردادیان بود در آخرین مصاحبه‌ای که انجام داده و ما در این برنامه به اون میپردازیم. قبل از ادامه اگر به ویدیوهای ما علاقه‌مند هستید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. محمد خردادیان، نامی که برای اکثر ایرانیان یادآور بسیاری از تابوها و غیر ممکن هاست. او را با رقصهایش در دهه 70 و 80 همگی به یاد داریم. در حالی که در کلیپ های تصویری خوانندگان حضور پیدا می کرد و هم صدا با ریتم موسیقی با چنان تخصصی حرکات موزون خود را اجرا می کرد که جز لذت بردن از این روند نمایشی مخاطب کاری نمی توانست بکند. محمد خردادیان متولد 3 اسفند 1335 در تهران رقصنده است. او یکی از رقصنده های مشهور ایران است. تجربه بازی و نویسندگی فیلمنامه را هم دارد. پدرش اصالتاً قزوینی و مادرش اصالتاً سبزواری بود که به تهران مهاجرت کرده بودند. پدرش عباس خردادیان با اصلیت قزوینی از اولین سپرسازان ماشین فولکس در ایران بود. محمد 2 خواهر و 1 برادر بزرگتر از خود دارد. رقصیدن را از 5 سالگی از دور همی خانوادگی و عروسی ها آغاز کرد. اما ورود حرفش از 16 سالگی از اردوی تابستانی رامسر امکان پذیر شد. او با رقص آذربایجانی در این اردوها از طرف مسئولان به معلم رقص باله معرفی شد. رقص را زیر نظر یک معلم فرانسوی در تهران شروع کرد. از همین کلاس ها کمتر از 2 سال به شاگرد ممتاز گروه تبدیل شد. سپس در آمریکا، انگلستان و کوبا نیز انواع رقص ها را آموزش دید. جین بینی، بالرین انگلیسی که قبل از انقلاب به دعوت رسمی ایران برای حضور در گروه باله به تهران آمده بود، آنجا با محمد خردادیان 18 ساله آشنا شد. آنها 1 سال بعد با هم ازدواج کردند. خردادیان و همسرش مدتی بعد از نامزدی به آمریکا رفتند و بعد از حضور در چند کلاس به ایران بازگشتند. با شروع انقلاب و ممنوع شدن فعالیت آنها مدتی راننده تاکسی بود تا اینکه با شروع جنگ ایران و عراق به آمریکا مهاجرت کردند. زندگی خردادیان و همسرش جین بعد از 9 سال زندگی مشترک به دلایلی به جدایی ختم شد. جین در نهایت چند سال پیش به علت بیماری درگذشت. همسر محمد خردادیان به شدت عاشق او بود و در مورد این عشق آتشین خود برای زندگی مشترک با خردادیان یک کتاب هم نوشته است. اوایل دهه 70 خورشیدی او همزمان با رقص در مکانهای مختلف اقدام به ساختن چند فیلم آموزش رقص برای علاقه‌مندان به این حرفه کرد. فیلم‌های آموزشی محمد خردادیان بسیار برای علاقه‌مندان به رقص مفید و سودمند بود و آقایان و خانم‌ها را با ورزش‌ها و حرکات پایه‌ای و اساسی رقص آشنا کرد. امروزه برخی به ویدیوهای رقص و آموزش رقص محمد خردادیان توجه دارند و بسیاری از افراد با دیدن این فیلم ها رقصندگی را شروع و به مرحله بالاتری رسیدند. این فیلم ها برای آموزش افراد مبتدی و متوسط طراحی و ساخته شده بود. خردادیان با حرکات منحصر به فرد خود، رقص های ایرانی، گیلکی، بابا کرم، آذری، عربی، سالسا را به مخاطبان آموزش می دهد. حرکاتی که هنوز هم توسط مردم تقلید و اجرا می شوند. به گفته خودش از کودکی گرایش های همجنسگرایانه داشته و از این موضوع خجالت می کشیده است. اما در سن 40 سالگی و در برنامه تلویزیونی تپش به صورت رسمی اعلام کرد که همجنسگرا است. او که در آن زمان مدیریت کابار کوچینی را در دبی بر عهده داشت، به مدت 2 سال فعالیتش لغو شد. محمد با پسر یکی از بستگانش در یک عروسی آشنا شد. آنها 1 ماه در ایران با یکدیگر بودند و پس از آن خردادیان به دبی برگشت. خردادیان برای بار دوم برای دیدار با این پسر به ایران آمده بود که به زندان افتاد. بعد از خروج از ایران، او تمام داراییش را در آمریکا فروخت و با این پسر 21 ساله زندگی جدیدی را در دبی آغاز کرد.
او برای این پسر ویزای یک ساله کار در آمریکا و گرین کارت گرفت. با این وجود پس از مدتی این پسر جوان خردادیان را ترک کرد. خردادیان در یک مصاحبه راجب همجنسگرا بودنش اینگونه گفته بود: من از همجنسگرا بودنم خوشحال نیستم. من اینجوری به دنیا آمدم. مثل خیلی از اونهایی که در سنین جوانی این احساس همجنسگرایی رو توی خودشون پیدا میکنن و حتی به سمت خودکشی قدم برمیدارن. منم خودم رو آزار دادم و حتی تصمیم بر خودکشی هم داشتم. اما متاسفانه کسی من رو به اشتباه راهنمایی کرد و گفت زن بگیری اون احساس رو فراموش میکنی. به این تصمیم غلط تن دادم و ازدواج کردم. ولی همچنان احساسات همجنسگرایانه من به شدت در من چون آتشی عظیم زبانه می کشید. مجدد به من گفتن بچه دار بشید درست میشه. اینجا بود که با خودم گفتم هرگز نباید بچه دار بشم. اگر بچه‌ام بزرگ بشه و در مدرسه یا جایی او را به خاطر من مسخره اش کنن یا بگن پدر تو گی هست، اون بچه سرخورده میشه و از دست من عصبانی خواهد شد که چرا با چنین شرایطی که داشتی باعث تولد من شدی. بعد از این جریانات به همسرم هم گفتم من اشتباه کردم، ازدواج کردم و از این بابت برای تو هم متاسفم. من گرایشم به همجنسام هست و نتونستم قبل از ازدواج با تو صادق باشم. با توافقی که کردیم بعد از 9 سال زندگی از هم جدا شدیم. خردادیان طی یک مصاحبه دیگه‌ای که با کامیار خواننده داشته در مورد گی بودنش مجدداً حرف زده و گفته دوست دارم با پارتنرم ازدواج کنم. با هم دیگه تاکسیدو بپوشیم و یکی اون پاپیون سفید و اون یکی پاپیون مشکی بپوشه. اون میگه از نظر کائنات زن و مرد میتونن به صورت بیولوژیکی بچه درست کنن. البته این روزا پدر و مادرها میرینن با این بچه درست کردنشون. دوتا گش شاید بتونن خیلی قشنگتر یه بچه رو تربیت کنن. پارتنر من باید به من وفادار باشه. من بدونم طرفم فقط منو به خاطر خودم دوست داره، نه موقعیتی که دارم. هر کاری که بتونم براش میکنم. اما متاسفانه هر کسی که پارتنرم شده فقط خواسته از همون روز اول از من بکنه و بره. من از کندن بدم میاد. محمد خردادیان 22 فروردین 1381 بعد از تعطیلات عید نوروز برای دیدار پدر بیمارش به ایران آمد. البته او در یک مصاحبه دیگر میگوید برای دوستی با پسر 21 ساله یکی از آشنایان به ایران آمده بود. در زمان خروج از ایران در فرودگاه مهرآباد دستگیر شد. او 21 روز در زندان انفرادی و 40 روز در زندان اوین بود. قاضی او را به جرم اشاعه فساد بر روی زمین به شلاق و 10 سال ممنوع خروج بودن از ایران محکوم کرد. اما او با اعتراض به حکم تجدید نظر در آن توانست مجدداً از ایران خارج شود. چندین سال قبل محمد خردادیان مسابقه رقصی در کشور ترکیه برگزار کرد که با بازدیدهای فراوانی از کشور ایران روبرو شد. او در این مسابقه به عنوان داور حضور داشت و همچنین در برخی از قسمت‌های این شوی محبوب خود به رقصیدن هم می‌پرداخت. دنس شوی خردادیان از طریق ماهواره برای مردم ایران پخش می‌شد. این مسابقه محبوب تا پایان نگاه‌های زیادی را به خود جلب کرده بود. یکی از رقاص‌های آن برنامه با نام سلماز به فینال راه یافت و در نهایت برنده مسابقه شد. او پس از حضور در این برنامه به دلیل رقص خود در ایران بسیار شهرت یافت. پس از شوی رقص خردادیان برای مدتی شایعه شده بود که او با سلماز برنده مسابقه رقص در ارتباط نزدیکی است و این خبر با حواشی زیادی همراه بود. حتی در پی این خبر شایعه دیگری مبنی بر عروسی محمد خردادیان و سلماز در دبی منتشر شد که همه را متعجب کرد. البته پس از مدت این شایعات فروکش شد. دوستان عزیز ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید. تا برنامه بعدی بدرود.